خب خوش آمدید به ادامه برنامه عصر حریبا و اما هستیم با شما. انشالله از امروز هم یک بخش رو اعلان بکنم با حضور جناب استاد دکتر صفی‌الله خطیبی که تحت عنوان الگوی ما این بخش انشالله تا آخرین روزهای ماه ربیع الاول و مناسبت میلاد پیامبر علیه السلام با حضور و صحبت‌های جناب استاد از صفات و خصوصیات و ویژگی‌های پیامبر علیه السلام در خدمت شما هستیم. این بخش رو امروز هم اعلام می‌کنم، تو در تصویر هم مشاهده می‌کنید جناب استاد هم در برنامه هستند. انشالله همه روزه با جناب استاد تحت عنوان بخش الگوی ما هستند. یک سلام علیکی بکنیم، از حضور شما فعلا مرخص می‌شم. استاد عرض سلام و ادب دارم، خوش آمدید علیکم برنامه. سلام، زنده و سلامت و بیروز باشی. زنده باشین، برنامه رو می‌دیم تقدیم شما می‌کنیم و شما می‌تونید که از این طریق در خدمت بیننده عزیز باشیم. از حضور شما مرخص می‌شم. سلام، الله حفظ و ناصرش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. به نام خداوند ارض و سما، فروزنده مهر و گردون و ماه، ای ظهور تو شباب زندگی، ای ظهور تو شباب زندگی، جلوه ات تعبیر خواب زندگی، در جهان شمع حیات افروختی، بندگان را خواجگی آموختی، شش جهت روشن زتاب روی تو، ترک و تاجیک و عرب هندوی تو، ترک و تاجیک و عرب هندوی تو. با سلام و احترامات و خسته نباشید حضور همه فرزانگان عزیز و مهرورز، امید که همیشه زیر سایه رحمات و فیوزات و برکات عزت رب ایزد منان باشید. طوری که در مقدمه فرهمند نازنین ما اشاره فرما شدن، انشاءالله در رابطه به سیری بر سیره بهترین انسان در روی زمین محمد امین صلی الله علیه وسلم صحبت خواهد شد. فقط و فقط امروز به این دقایق کوتاه به صورت فرستوار و عنوانوار تولد رهبر بشریت صلی الله علیه و سلم را تا وفاتشان مورد بحث و نگریش قرار می دهیم، آن هم به صورت عناوین و فرستوار. رهبریت صلی الله علیه و سلم در سال 571 میلادی در سرزمین مکه دیده به جهان گشودند، آن هم در 12 ماه ربیع الاول سال فیل، که امام مسلم رحمه الله در صحیح خود، امام ابی داود در سنن خود و حضرت امام احمد ابن حنبل در مسند خود و امام بیهقی در شعب الایمان این سند و این گفته را تایید می فرمایند. اما با مولود مسعود رهبر بشریت و معلم انسانیت رویدادهای در تاریخ رخ میده که حضرت امام ابن کثیر در تاریخ خود البدایه و النهایه در جلد دوم میفرماید که حافظ ابوبکر در کتاب جامی خود که حواطف جان است، در اونجا می فرماید که چون قرار است که سند باید بیان فرما باشیم تا اینکه دوستان بهتر بدانند، در وقت مولود مسعود ناجی بشریت رویدادهای در تاریخ به وقوع می پیونده از خاموش شدن اون آتشخانه بزرگ تاق به اصطلاح تاق کسرا و دیگه عواقبی که در تاریخ رخ میده. اما طوری که بیان میکنیم بسیار به صورت خلاصه، او رهبر بشریت صلی الله علیه و سلم دوران در سرزمین به سر میبرد و در جایی که در دامان زنی وجود میآید که او و با شرف است که از اون به وجود می آید محمد امین صلی الله علیه و سلم و بزرگ و شما می کند. تاریخ
مادر گرامی در مدینه و مکه در اونجا مدفون می گردد. در دوران که دوران مراهقت و نوجوانی این ابرمرد تاریخ و این ناجی بشریت است که امراه با عموی خود سفر تجارتی با شام می داشته باشد و در آنجا ملاقات با بحیرا که اون راهب بزرگ مسیحی است و وقتی که بحیرا این صحنه و به خصوص چهره الله علیه و سلم را میبیند، در اینجا بحیرا میگه این انسان است که در جبین او و البته در کتف او مهر نبوت است و در دید اندیشه او مهر نبوت حک شده. در کتاب خود در دلائل النبوه می فرماید که حتی بویرا فرموده که این محمد امین است. محمد امین کسی که او پیامبر آخرین و پیامبر پسین اسلام است، زیرا بویرا مطالعه کلی و مطالعه عمومی از سیره و از داستان این ابرمرد تاریخ داشت و خودش کتاب تورات و انجیل را خوب و عالم به کتاب انجیل بود و در کتاب انجیل هم بشارتی بر مبنای شرفیاب شدن از رحمت للعالمین داشتن که در آیه مبارکه و از قال عیسی ابن و از قال عیسی ابن و مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول من بعد اسمه احمد. بله، در این است که بحیرا با اون فتانت و با اون علمیت و کیاست که داره و دانش که داره میدانه که این محمد امینه، بلکه دست مبارک را میگیرد و میگوید که تو ارهاینه پیامبر پسین اسلام خود. و این در کتاب اناجیل و در کتابهای تورات هم مورد نگریش قرار گرفته و بیان فرما شده. در اینجاست که حضرت امام احمد ابن انبل در مسند خیش می فرماید که حضرت ابا امامته رضی الله عنه روزی از رهبر بشریت سوال کردند که محمد صلی الله علیه وسلم چگونه شد آغاز وحی، چگونه شد، چگونه دانستی وحی را و چگونه پیامبری خودت را فهمیدی؟ رهبر بشریت صلی الله علیه وسلم ارشاد می فرماید که امامه می دانی دعای پدرم برای من حضرت ابراهیم علیه السلام و تشویق و ترغیب برادرم عیسی علیه السلام و رؤیای صادقه مادر گرامی حضرت آمنه، اونه که من فهمیدم بحث نزول وحی را و در سن 40 سالگی از عمر گوهربارشان است که وحی به حضرت نبی نازنین اسلام فرستاده میشه و آیات ابتدایی و آیات آغازین سوره مبارکی علق به اونها فرستاد. 5 رب بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. این آیاتی است که برای اولین مرتبه در هرا در با نبی نازنین اسلام فرو فرستاده میشه و بعد از این است که این سلسله نبوت آغاز میشه و این وحی و این نبوت به مدت چند سال بلکه مدت مخفی نهان پیش میره و در منزل و خانه از خاطر این که این توحید و یک تاپرستی و پرستی آیسته قوی بشن و مسلمان ها تعدادشان حتی و از لحاظ فکر و فهم و از لحاظ معنویت این دعوت را به مدت 3 سال مخفی به پیش میبرند تا اینکه بعداً دعوت صورت بشه و رهبر بشریت صلی الله علیه و سلم که علنی انجام میدن 10 سال در مکه زحمت و کوشش فراوان انجام میدن تا اینکه بحث کلی حضور این پیامبر و این محمد امین صلی الله علیه و سلم در مکه تا
ترزیق توحید و وحدانیت، الوهیت و ربوبیت در افکار و در اذهان همه امت و همه مردمان بودند. بعد از که قصه معراج شروع میشه، در قصه معراج حتی تعدادی از مورخین و سیرنویسان ایران قبل از هجرت و تعداد بعد از هجرت، اما قول راجح و صحیح‌تر که حضرت ابن هشام در سیره خود و امام طبری در تاریخ خود ایران بیان فرما میشن که این قبل از هجرت رهبر بشریت صلی الله علیه و سلم بودن. و بحث معراج از مکه تا بیت المقدس را در آیات یک یک اینها را معین و بیان شده، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. و بعد اونها در کتاب های حدیث به سند ها از اونها به صورت صحیح و درست بیان فرما شده. بعد در سال بعثت ابو طالب و خدیجه فوت میکنند، اون دو حامی پاسبان بزرگ رهبر بشریت صلی الله علیه و آله و سلم. داستان طائف، اون قم انقم و اندو و مبارکه که واقعا چقدر قم فراوان رو میبینند از دست قوم خود در طائف، باز هم مبارک فهم لا علمون، ای بار الهی اینا رو هدایت بفرما زیرا اینها نمیدانند. و الله رب العزت به برکت دعای این رحمت للعالمین طائف را امروزه الحمدلله مرکز پخش و نشر بزرگترین مصحف در جهان اسلامه. ما را به صورت فرستوار یاد میکنم، سه جلد کتاب های از سیره در این رابطه نوشته شده، به خاطر اینکه روزهای دیگر انشاءالله گزینیش می داشته باشیم از سیره این ابرمرد تاریخ. هجرت به صورت مدینه، به صورت مخفی و به صورت نهان، هر یک از صحابیان و هر یک از یاران پاکدل محمد امین صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت فرما می شوند، تا اینکه خود عمر رضی الله عنه به صورت آشکار و نهان و به صورت هویدا و ظاهر از مکه به طرف مدینه رخت می‌بندند. و بعد قضاوات پیامبر در مدینه، قضاوات این ابرمرد تاریخ در خود مدینه، قزوه های قزوه بعد، قزوه احد، قزوه بنی نذیر، قزوه احزاب، قزوه بنی قریظه، قزوه حنین، قزوه تبوک، این نبردها و این پیکارهایی که در مدینه بود، هر کدام اینها ساعات و ساعات حرف می داشته باشد. و فرهنگ جهاد که در مدینه به وقوع می پیونده و مدینه مرکز شعائر دینی و اکثر از احکام و دساتیر و فرامین دینی در مدینه شرف حضور پیدا میکنه. و بحث جهاد، اول پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم جهاد بلکه بر مبنای دعوت و ارشاد و تبلیغ، بعد از اینکه مسلمان ها مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار میگیره، به اینه که آیه جهاد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا نازل میشه. و تا اینکه بحث خود جهاد، فریضه مقدس جهاد بر مسلمان نزول پیدا میکنه، و بعد با اینکه نیای از ایمان و فداکاری مسلمان، اما در آخر حیات رهبر بشریت الله سلام اینه که به عمر 63 سالگی از دنیا، دنیای مجازی، این دنیای حاضرت را بدرود میگویند. و چقدر درد آور و چقدر غمناک و ناک است به فرموده سنایی، در این قا رفت، در این می فرخ لبا از همه اصحابیان گریان و نالان، زجم ایما صحابه مصطفی رفت. بار اله فرمانگران را هزاران درود و رحمت و سلام و صلوات بر روان پاکینت این ناجی بشریت و معلم انسانیت خود بفرست و بفرما. به منه و کرمه و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحاب محمد. جناب استاد، سپاس فراوان از شما بابت صحبت های بسیار خوب و راجب زندگی نامه پیامبر و همچنین تولد پیامبر که صحبت های بسیار خوبی داشتن. انشاءالله که خداوند برای شما مزد بده و در برنامه های آینده هر روز هستیم با همین بخش در خدمت شما. زنده و سلامت باشیم. گرچه باز هم تکرار میکنم، تکرار بر مکررات، فقط فرستوار و عنوانوار بیان شد اینا. انشاءالله که مؤثریت حتما داشته. سپاس از شما. خب بیننده های خوب ما،
ما یقینا همونطور که جناب استاد گفتند پیامبر رحمتی هست برای عالمیان و هر چه داریم از برکت پیامبر داریم. پس اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحاب محمد. برنامه امروز همینجا به پایان میرسه. ناگزیر هستیم از محضر شما عزیزان خداحافظی بکنیم. به اتفاق شما و جناب استاد از همه شما عزیزان محضر شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر همه شما را خداوند مهربان میسپاریم. پروردگارا بگیر از ما هر آن چیزی که تو را از ما میگیرد. خدا نگهدار.